بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان ما، نوجوانان ما. حسینیه رو صفا بخشیدید، دلهای پاک شما، جانهای سرشار از شوق شما، هر جایی که باشید، هر محیطی رو که در اون حضور پیدا کنید دورانی میکنه و صفا میبخشه. من چند مطلب رو که متصل به هم هست و ارتباط به هم داره آماده کردم امروز به شما فرزندان عزیزم عرض بکنم. مطلب اول در مورد 13 آبانه. خب زیاد شنیدید 13 آبان یک روز تاریخی است، هم تاریخی است هم تجربه اندوز است، تجربه آموز است. تاریخی است یعنی اینکه این روز حوادثی درش اتفاق افتاده که در تاریخ موندنی است. این حوادث فراموش شدنی نیست، نبایدم فراموش بشه. تجربه آموز است. به خاطر همین حوادث یک واکنش هایی به وجود آمده است، اون واکنش ها برای ما درس است، بعد برای آینده کشور، برای آینده عمر خودتون، برای آینده ملتتون از این تجربه ها استفاده کنید. آینده مال شما هست دیگه. خب این روز برای ما روز مهمی است، اما آمریکایی ها از این روز خیلی عصبی میشن. این روزی است که برای آمریکایی ها اعصاب آمریکایی ها رو بزرگداشت این روز خورد میکنه. حالا همین جلسه شما، همین جلسه وقتی منعکس بشه مطمئن باشید گرایش آمریکایی و خود آمریکایی ها از این اجتماع، از این سرود، از این همدلی ها خشمگین میشن، اعصابشون خورد میشه. چرا؟ چون این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست، قابل مغلوب شدن آمریکاست. یعنی این کسانی که خیال میکنن آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، نه، به حوادث این روز که نگاه کنی معلوم میشه نه، کاملا آسیب پذیره. این میشه یه تجربه برای ما. خب این 3 حادثه در این روز اتفاق افتاده، بعضی مستقیما مربوط به آمریکایی هاست، بعضی غیر مستقیم مربوط به آمریکایی هاست. یک حادثه تبعید امام است که در روز 13 آبان در سال 43 اتفاق افتاد. چرا تبعید شد امام؟ چون یک قانونی به دستور شاه، به دستور محمد رضا در مجلس تصویب شد که بر طبق اون قانون آمریکایی هایی که در ایران بودن مصونیت پیدا کردن. حدود چند هزار، چند ده هزار، حدود 40,000، 50,000 آمریکایی در ایران بود اون وقت.
در دستگاه‌های نظامی، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اقتصادی، اینا اگر چنانچه هر جنایتی در ایران می‌کردن طبق این قانون قابل تعقیب نبود. یعنی یه آمریکایی با ماشین را میره یکی رو زیر بگیره مثلا یه جنایتی بکنه، دستگاه قضایی کشور حق نداشت او رو تحت تعقیب قرار بده. این قانون مسئولیت آمریکایی ها بود. امام تحمل نکرد این رو، یه سخنرانی مفصل ایشون کردن، صدای ایشون رو متن سخنرانی آنان موجوده. خب این یه حادثه. بعد به خاطر این سخنرانی امام تبعید شد 13 سال. حالا 13 سالی که میگیم، چون در پایان این 13 سال انقلاب اتفاق افتاد. اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد 30 سال هم ممکن بود طول بکشه این تبعید، برای خاطر برخورد با این قانون حامی آمریکا. این یه حادثه که خب تقریبا مستقیما مربوط به آمریکایی هست. حادثه دوم کشتار دانش آموزانه. بچه های همسن شما جلو این دانشگاه تهران قتل عام شدن، کشته شدن. حالا تعدادشون به طور دقیق نمیشه انسان تعداد بگه، اون وقتا چون چنین آمارهایی وجود نداشت، لیکن یه تعداد، یه دونه هم زیاده، یک دانه هم زیاده، یه تعدادی به شهادت رسیدن بچه های عزیز ما جلو این دانشگاه تهران. این حادثه دوم، این هم روز 13 آبان. حادثه سوم هم این در سال 57 بود، حادثه دانش آموزان. حادثه سوم 1 سال بعد از اوست که بعد از پیروزی انقلاب، هجوم دانشجویان به سفارت آمریکاست و پیدا کردن اسنادی در اونجا که این اسناد توطئه های آمریکا علیه ملت ایران رو نشان میداد. 70-80 جلد شده. من یه وقتی، شما که وقت نمی کنید بخونید این کتابا رو، من یه وقتی با آموزش پرورش گفتم که مضامین این کتابا رو تو کتابای درسی بیارید، نکردن متاسفانه، نکردن. این نشون میده که آمریکایی‌ها در این مدتی که در ایران حضور داشتن، یعنی از سال حدود مثلا 28-29 و اینها، چه کارهایی در ایران کردن، چه توطئه‌هایی، چه خیانت‌هایی انجام دادن. خب یه نکته اینجا وجود داره، این مسئله تهاجم به سفارت آمریکا که در واقع گفتن لانه جاسوسی، همینجور هم بود، لانه جاسوسی بود. آمریکایی‌ها در اظهاراتشون، در تبلیغاتشون، در مصاحبهشون، در مصاحبه که با خود من کردن در سفر نیویورک زمان ریاست جمهوری، این حادثه رو سرآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا معرفی میکنن. میگن علت این که آمریکایی‌ها در مقابل ملت ایران ایستادن حرکتی بود که شما در سفارت انجام دادید، یعنی حمله کردید به سفارت ما، بین ما اختلاف به وجود آمد، دعوا شد، دشمنی شد. دروغ میگن، این نیست مسئله. آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا 28 مرداده، 28 مرداد سال 32. در 28 مرداد یه حکومت ملی سر کار بود، حکومت مصدق یه حکومت ملی بود. مشکلش هم با غربی‌ها فقط مسئله نفت بود،
نه حجت الاسلام بود نه دایه اسلام خواهی داشت، فقط مسئله نفت بود، نفت دست انگلیسا بود، این گفت دست خودمون باشه نفت، جرمش فقط این بود. آمریکایی ها کودتا ایجاد کردن، یک کودتای عجیب و غریبی. من یه چیزای مبهمی در ذهنم هست، بنده اون وقت 14 ساله بودم، حالا خواهم گفت. فرق بین دوره 14-15 سالگی ما با 14-15 سالگی نوجوان امروز از زمین تا آسمانه. شماها امروز مسائل رو دقیق میفهمید، تحلیل میکنید، ما اون روز نه، لکن خب تو تاریخ دقیق خوندیم، جزئیاتش رو مطلع هستیم. آمریکایی‌ها نشستن علیه مصدق توطئه کردن، با اینکه مصدق با آمریکایی‌ها خوشبین بود، نسبت به اونها اعتماد داشت، حتی علاقه داشت، فکر میکرد در مقابل انگلیس‌ها آمریکایی‌ها از او حمایت خواهند کرد، دولت آمریکا. اینا از پشت خنجر زدن، اینها مأمور خودشون رو که اون مأمور اسمش کیم روزولت بود فرستادن ایران، با انگلیس ها هماهنگ کردن، او رو با یه چمدان پر دلار فرستادن ایران، رفت سفارت انگلیس، سفارت آمریکا هم نرم، رفت سفارت انگلیس با یه چند نفر نظامی خائن هماهنگ کرد، با چند تا عناصر وابسته به انگلیس هماهنگ کرد، الوات و اوباش رو هم جمع کردن، نظامی ها رو کشوندن. روز 28 مرداد اون کودتای ننگین رو به وجود آوردن، مصدق و اطرافیانش و اینا همه رو دستگیر کردن، بعضی رو بعدها اعدام کردن، بعضی رو هم زندان کردن سالهای متمادی. اختلاف ملت ایران با آمریکا از روز 28 مرداده. چرا شما یک دولت ملی را که با انتخاب مردم سر کار آمده بود کودتا کردید، سرنگون کردید؟ نفت رو که از چنگ انگلیس ها در آورده بود دادید به یک کنسرسیومی، توش انگلیس بود، آمریکا بود، چند تا دولت دیگه بودن، یعنی از چاله در آمد افتاد تو چاه. این دعوای ما با آمریکایی‌ها شروعش از اون روزه. پس آمریکایی‌ها حتی به یه آدم خوشبین به آمریکا، آدم فرنگیم آب، مصدق فرنگیم آب بود، به اونم حتی رحم نکردن بر خاطر منافعشون که اون روز این منافع نفت بود. خب این سرآغاز بود. حالا سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. میشنوید دیگه توی خبرها و توی فضای مجازی و جاهای دیگه از قول اینها، میگن ما طرفدار ملت ایرانی. خب این ادعا به شدت بی‌شرمانه است. سوال من اینه که از آمریکایی‌ها که شما در این 14 دهه‌ای که از انقلاب گذشته چه کار می توانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟ هر کاری نکردن چون نمی توانستن، چون براشون صرفه نداشته. اگر می توانستن می کردن، اگر براشون صرفه داشت نمی ترسیدن از جوانهای ایرانی، جنگ مستقیم را هم مثل عراق شروع می کردن، اما ترسیدن. هر کاری توانستن کردن. از گروه های تجزیه طلب در اول انقلاب حمایت کردن، از کودتای پا
پایگاه شهید نوژه در همدان حمایت کردند. از تروریسم کور منافقین که چند هزار نفر رو در کوچه و بازار کشور به شهادت رسوندن، آمریکایی‌ها حمایت کردند، پشتیبانی کردند. از صدام وحشی در جنگ 8 ساله همه جوره حمایت کردند. تسلیحات دادن، اطلاعات دادن، کمک کردن، عربا رو وادار کردن به پول دادن. حتی اطلاعاتی وجود در حال من خیلی یقین ندارم به این، اما اطلاعات متقنی ظاهرن که حتی شروع جنگ با تحریک آمریکایی ها بود که اونا وادار کردن صدام رو که جنگ 8 ساله رو شروع کنه. خب هواپیمای مسافری ما رو بر روی آسمان خلیج فارس سرنگون کردن، نزدیک 300 نفر رو در این هواپیمای مسافربری کشتن. بعدم اظهار تأسف نکردن. اون جنایتکاری، جنرال جنایتکاری که شلیک کرده بود به اون هواپیما، اون رو بردن جایزه بهش دادن، نشان بهش دادن. شما با ملت ایران این کارا رو کردید. از اوائل انقلاب ملت ایران رو تحریم کردند. این اواخر در این چند سال اخیر شدیدترین تحریم ها رو که خودشون گفتن هرگز در طول تاریخ هیچ ملتی اینجور تحریم نشده علیه ایران اعمال کردید. سال 88 در فتنه 88 صریحاً از فتنه‌گرا حمایت کردید. قبلش اوباما به من نامه نوشته بود که ما بیایید با شما همکاری کنیم، ما به شما و شما دوستیم، ما قسم آیه به تعبیر ما که ما قصد سرنگون کردن شما رو نداریم. اما تا فتنه 88 شروع شد شروع کردن حمایت کردن با امید این که شاید بتونه این فتنه به نتیجه برسه، ملت ایران رو به زانو در بیاره، بساط جمهوری اسلامی رو جمع کن. شما اینجوری عمل کردید با ملت ایران. شما آمریکایی‌ها سردار رشید ما رو صریحاً اعلام کردید که کشتید و بهش افتخار کردید، گفتید دستور دادید. شهید سلیمانی صرفا قهرمان ملی نبود، قهرمان منطقه بود. جای بحثش نیست حالا که من بگم نقش شهید سلیمانی در رفع مشکلات چند کشور در منطقه چه نقش عظیم و بی همتایی بود. شما این مرد بزرگ رو به شهادت رسوندید، او رو و همراهانش رو، شهید ابو مهدی مهندس و بقیه دیگران رو. شما از قاتلان دانشمندان هسته‌ای ما حمایت کردید. دانشمندان ما رو یکی یکی عوامل صهیونیست ها به شهادت رسوندن، شما از اونا حمایت کردید. محکوم که نکردید هیچ، حمایت کردید از اونا. شما میلیاردها دلار از اموال این ملت رو در کشورهای مختلف حبس کردید. الان ما چندین میلیارد که اگر این پولها در اختیار دولت خدومی مثل دولت کنونی قرار داشت، خیلی کارهای خوب میتوانست با اونا انجام بده. اینا رو حبس کردن، نگه داشتن، غیر از اونی که از اول انقلاب در خود آمریکا حبس شد. در
بیشتر حوادث ضد ایرانی جای پای آمریکا رو میشود دید. ما اینا ادعا میکنن که ما دلسوز ملت ایرانی. باز امروز دیروز مجددن همینو گفتن که بله ما دلسوز ملت ایرانی. دروغ محض با وقاحت تمام. البته اینا خیلی دشمنی کردن، اما به کوری چشم اونها ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها رو خونسا کرد. بعضی از این حوادث هم هنوز بین ما باقی است، فراموش نکردیم. ما هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت. خب آمریکای امروز همون آمریکای دیروزه. آمریکای امروز همون آمریکای 28 مرداده، همون آمریکای کمک کننده به صدامه، همون آمریکای طول سالهای گذشته است، با یکی دو تا فرق مهم، یکی دو تا تفاوت کرده که ما باید توجه به این تفاوت‌ها داشته باشیم. یکیش این است که روش‌های دشمنی پیچیده‌تر شده. ما به این باید توجه کنیم. دشمنی ها همون دشمنی هاست، منتها شیوه اعمال دشمنی ها فرق کرده، پیچیده شده. باز کردن گره ها با آسانی نیست، باید دقت کرد، باید هوشیار بود. البته ما بچه های خودمون، جوان های خودمون، دست اندرکاران خودمون اعتماد داریم، میدونیم میتونن باز کنن، ولی بالاخره پیچیده است. این یک تفاوت. دوم این که اون روز، روز 28 مرداد و امثال اینها و حتی تا اوائل انقلاب، آمریکا قدرت مسلط جهان بود، امروز نیست. یه فرق مهمه. امروز آمریکا قدرت مسلط جهان نیست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا داره رو به افول میره، ذره ذره داره آب میشه. اینه نه اینکه ما بگیم، ما هم به تعقیدمون همینه، اما تحلیلگران سیاسی دنیا هم اینو دارن میگن. نشانه هاش هم واضحه. مشکلات داخلی آمریکا بی سابقه است، هم مشکلات اقتصادیشون، هم مشکلات اجتماعیشون، هم مشکلات اخلاقیشون. در داخل آمریکا اختلافاتشون، دو دستگی های خونینشون، که اینا مشکلات داخلی است. خطاهای محاسباتیشون در مسائل دنیا، اینا 20 سال قبل مثلا به افغانستان حمله کردن، طالبان سر کار بودن اون وقت، برای اینکه طالبان رو ریشیکن کنن حمله کردن، خرج کردن، جنایت کردن، کشته دادن، چقدر کشتن، چقدر چه کردن. 20 سال افغانستان موندن، بعد از 20 سال افغانستان رو تقدیم طالبان کردن، آمدن بیرون. این معناش چیه؟ این معناش خطای محاسباتی است دیگه. پیداست دستگاه محاسباتی آمریکا دستگاه منظمی، مرتبی، دقیقی نیست دیگه. بد میفهمن مسائل رو، بد میفهمن، بر اساس اونم بد عمل میکنن. به عراق حمله کردن، ناکام موندن. اینا چون اینی که امروز شما میبینید عراق انتخابات میشه، یک عراقی، اینا که مورد نظر آمریکایی‌ها نبود،
آمریکایی‌ها وقتی صدام رفت یک نظامی را گذاشتن در رأس کشور عراق، بعد دیدن با نظامی نمیشه، او رو برداشتن یک غیر نظامی رو گذاشتن، آقای برمر در رأس، یعنی کشور عراق به وسیله یک حکومت غیر عربی، غیر عراقی و آمریکایی باید اداره بشه. خب حالا گفتم من سر قضیه حاج قاسم سلیمانی حرف دارم، یکی از حرفا اینجاست که حالا وقت گفتنش نیست. اینا قصدشون این بود، قصدشون این نبود که عراق رو رها کنن، بعد عوامل خودشون رو سعی کردن بیارن سر کار، به کلی ناکام موندن، هم در عراق ناکام موندن، هم در سوریه ناکام موندن، هم در لبنان ناکام موندن. این قرارداد اخیر لبنانی ها با حکومت قاسب سر قضیه مرزهای دریایی منبع گاز و اینها، این شکست آمریکا بود، چون آمریکایا آمدن وسط خط معین کردن باید اینجور باشه اینجور باشه. حزب الله زد زیر همه اینها، شکست آمریکاست. خب این پیداست که محاسباتشون محاسبات خطایی است. خب یکی از چیزایی که حالا اینو من میگم، بعضی هم دیگه هم در دنیا ظاهرا گفتن این حرفو، به نظر من یکی از نشانه های انحطاط آمریکا بر سر کار آمدن کسانی مثل رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور قبلی است. یک کشور 300 میلیونی، 300 و خورده میلیون خودشون رو میکشن، یه رئیس جمهور سر کار میارن مثل ترامپ که همه دنیا او رو دیوانه دانستند. بعد او ساقط میشه، یکی میاد مثل این که حالا شما قضایای اینو دیگه میدونید. این دلیل انحطاط یک ملته، این دلیل انحطاط یک تمدنه. خب این مربوط به آمریکا. خیلی از قدرت‌های غربی دیگر هم از این جهات شبیه آمریکا هم، حالا نمی‌خوام اسم بیاریم، بعضی از قدرت‌های دیگر غربی هم در این زمینه مثل آمریکا هم در رسانه‌هاشون آموزش تخریب میدن، آموزش اقتشاش میدن، درست کردن کوکتل مولوتوف یاد میدن، درست کردن بمب دستی یاد میدن. اینا دلیل چیه؟ بحث این نیست که اینا جنایت میکنن با این کار، خب بله جنایته، اما انحطاطه، این پستیست، این نشون دهنده میزان انحطاط اخلاقی یک دولت، یک مجموعه حکومتی است که رادیوش اینجوری عمل میکنه. در همین اغتشاشات اخیر چند هفته‌ای کشور ما، در اینجا هم آمریکا نقش روشنی داشت. این اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادن اطلاعیه مهمیه، طولانیه، بعضی ها حوصله نمی کنن بخونن. اطلاعاتش رو ما گزارشاش رو داشتیم، اینا اطلاعات بسیار مهمیست. خیلی مطلب در این زمینه وجود داره و کشفیات دستگاه‌های اطلاعاتی ما در این زمینه خیلی ارزشمنده. نشستن نقشه کشیدن برای تهران، برای شهرهای بزرگ، برای شهرهای کوچک، نشستن نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن این کارا رو. حالا ظاهر قضیه این است که مثلا یه مش جوان یا نوجوان تو میدانن، خب این جوان و نوجوان بچه های خودمان، ما با اینا بحثی نداریم، اینا هیجان احساسات
یه قدری بیدقتی در فهم مسائل اینجوری میاد. نه، اونایی که دارن میگردونن قضایا رو بستر اوناست. اونا کسانی بودن، کسانی هستن که با نقشه وارد میدان شدن. اینی که عرض میکنم اینو باید همه در نظر بگیرن. طرف نقشه داره، هم مسئولین ما باید در نظر بگیرن. خوشبختانه اطلاعاتی های ما توجه دارن، مسئولین سیاسیمون، مسئولین اقتصادیمون، مسئولین گوناگونمون باید بدونن که طرف با نقشه وارد میدان شده. هم آهاد مردم بدونن، هم شما جوونا بدونید. اینها با برنامه وارد میدان شدن. برنامه هم اینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن، کاری کنن که ملت ایران عقیدش بشه عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال اینا. نقشه اینه، مقصود اینه. البته ملت ایران زد تو دهنشون، بعد از این هم خواهد زد تو دهنشون. کسانی که طراحی کردند و در میدان عمل با نیت و با نقشه و با فهم وارد شدند، این خیلی مهمه برای ما. اینا مرتبط بودن با دستگاه خارجی. خب و جنایت کردند. شما ببینید این قضیه شاه چراغ شیراز این چه جنایت بزرگی بود. اون پسر بچه پایه دوم یا پایه ششم یا پایه دهم اینا چه گناهی کرده بودن؟ اون طفلک 6 ساله‌ای که پدر و مادر و برادرش رو از دست داده، این کوه سنگین غم رو چرا بر دوش بود هم بار کردم؟ چرا؟ بچه چه کار کنه با این غم بزرگ غیر قابل تحمل؟ جنایت های بزرگی است اینا. اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این باید فکر کرد اینا کیان؟ این بچه های ما که نیستن، این جوانای ما که نیستن. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟ چرا این کسانی که مدعی حقوق بشرن اینا رو محکوم نکردن؟ چرا قضیه شیراز رو چرا محکوم نکردن؟ چرا یه قضیه خلاف واقع رو، یه حادثه دروغین رو توی سکوهای اطلاعاتیشون در اینترنت هزاران بار تکرار میکنن اما اسم آرشام رو توی اینترنت ممنوع میکنن که نیاد تو سکوی اینترنتی؟ چرا؟ اینا طرفدار حقوق بشرن. اینا رو بشناسیم. البته ما یقه اینا رو راه نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی به حساب این جنایتکارا خواهد رسید حتما.
هر کس ثابت بشه که همکاری داشته با این جنایت ها، در این جنایت ها دستی داشته، مجازات خواهد شد انشاءالله بدون تردید. خب حالا با شما جوان ها من یه چند کلمه عرض کنم. اولا نوجوان امروز برخلاف نوجوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقله، یه عنصر خردمنده. زمان ما اینجوری نبود. من به شما عرض میکنم، من خودم رو میگم، اتفاق میگم، قضیه 28 برداد وقتی اتفاق افتاد ما به سن بعضی از شماها 14-15 سالمون بود مثلا، فرض کنید یه شبهی از قضایا جلو چشمون بود، دقت کنیم کیان چیان، این طرف کیه، اون طرف کیه، هدف چیه، چرا میکنن اینا، اینا رو ملتفت نبودیم. نوجوان امروزی اینجوری نیست. نوجوان امروزی فکر میکنه، تحلیل میکنه، تحلیل رو درست میفهمه، نکاتی به نظرش میرسه. جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمیست، این خیلی قابل توجهه. حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامیست. این عرض بکنم، این خاصیت انقلاب اسلام. اگر چنانچه انقلاب اسلامی نبود، جوانهای ما، نه حالا نوجوانها و بر بچه ها، نه حتی جوانها، جوانهای دهه 20 مثلا، 20 ساله تا 21 ساله، انقدر سرگرم بیهوده کاری ها و شهوترانی ها بودند که اصلا یادشون نمی آمد که به مسائل اساسی کشور فکر کنن. اون روز اینجوری بود. بنده اینجا می آمدم توی خیابان، یه نقطه بود کاخ جوانان پشت پارک شهر اون روز و امروز، کاخ جوانان، اوائل شب بود، یه عده جوان ریخته بودن تو خیابان، از اونجا جلسه بوده، مهمانی بوده، مثل منی که طلبه بودم داشتم میرفتم، گیج میشد از دیدن ریخت این جوانها و شکل این جوانها و کارهایی که این جوانها تو خیابون میکردن. خب این جوان با این خصوصیات حال و حوصله اینو داره که به مسائل سیاست کشور و آینده کشور و تعهد و مسئولیت و اینها فکر کنه؟ انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز، روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. خب حالا این یک حقیقتی است. این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم، دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم و گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمیمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغها توی شبکه‌های مجازی به خاطر اینه. این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه. محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات،
محتوا رو قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید در انتقال بدید به ذهن جوان ها. دشمن مشغول این کار. خیلی ممنون. حالا فعلا تو جلسه گوش کنین، بعدم برین واقعا براش برنامه ریزی کنین. واقعا از شما جوونا من انتظارم اینه. حالا میگم، بازم عرض میکنم، حالا یه قدی هم وقت داره میگذره، اما فرصت خوبیست با شما یه قدی حرف بزنیم. خب پس بنابراین دشمن هم داره برنامه ریزی میکنه. مسئولین گفتم باید احساس مسئولیت کنن، بدونن که چرا دشمن رو فلان کلمه، رو فلان اسم حساسه و میبنده اون رو، و چرا این همه حجم دروغ رو توی فضای مجازی منتشر میکنه، و علاج کنن، مقابله کنن. این مسئولین، خود شما جوان ها هم وظیفه دارید، خود شما هم باید احساس مسئولیت کنید، هم بایستی احساس مسئولیت کنید برای اینکه بتونید تشخیص بدید حقیقت رو از دروغ. باید بشه تشخیص. به نظر من میشه، اینجور نیست که نشه. یه چیزایی رو به حجم زیاد با تکرار زیاد میخوان تو ذهن ها فرو کنن، اما میشه فهمید که این خلاف واقع هست یا نیست. پس تشخیص حرف درست از دروغ و تحریف. ثانیاً مراقب کسانی باشید که همصدایی میکنن، ارشادشون کنید. نمیگم دعوا کنید، ارشاد کنید، تفهیم کنید. کسانی هستن با دشمن همصدایی میکنن، نه اینکه عمدن. بعضیا نمیفهمن، غافلند. میبینه انسان، میشناسه افرادی رو تو فضای مجازی یه چیزایی میگن، مینویسن تو روزنامه ها، معاند نیستن، بد میفهمن. اینا رو باید ارشاد کرد. بهترین کسانی که بتوانن ارشاد کنن خود شما جوان ها هستید. برشون بنویسید، بهشون بگید، بهشون پیام بدید، تفهیم کنید، استدلال کنید تو اجتماعاتتون. البته میدانیم که برخورد با این مسائل باید برنامه ریزی باشه. این اتفاقات این چند هفته صرفا یه اختشاش خیابانی نبود، این برنامه های خیلی عمیق‌تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد، جنگ ترکیبی. اینو بنده از رو اطلاع عرض میکنم به شما. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون رو وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون رو، دستگاه‌های رسانه‌ایشون رو، ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه‌های گذشته‌شون رو. خب اینا در ایران تجربه دارن دیگه، سال 78 تجربه دارن، 88 تجربه دارن، سال‌های بعدی تجربه دارن، شکست خوردن اونجاها، از اون تجربه‌ها استفاده می‌کنن. اینا رو هم آوردن ازش تو میدان آوردن، از اون تجربه‌ها. در کشورهای دیگه هم این کارا رو کردن، یه ضربه های خوردن، یه موفقیت های پیدا کردن، از اون تجربه ها هم استفاده میکنن. همه این ظرفیت ها رو دشمن وارد میدان کرد تو این چند هفته، برای اینکه بتوانه بر ملت ایران فائق بیاد.
عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد، به معنای واقعی کلمه ناکامشون کرد ملت ایران. خب این حالا یه توقع، اظهار توقعی از شما جوانان عزیز و همه جوانانی که این صحبت رو بعدن خواهند شنید، لکن توقع دیگه هم من دارم. ببینید، من در یکی دو تا سخنرانی قبلی گفتم که علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه، نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. نقش ما ایرانی ها، جایگاه ما ایرانی ها در این نظم جدید چیه؟ یه سوال مهمه. یه نظم جدیدی، حالا این نظم جدیدی که بنده عرض میکنم چیه؟ این نظم جدیدی که میشه در میگیم نظم کنونی تغییر پیدا خواهد به نظم جدید، نمیشه دقیق گفت، نمیشه به دقت گفتش که نظم این چنین نیست، اما میشه یه خطوطی رو ترسیم کرد. یه خطوط اساسی هست که این نظم جدید مطمئنن این خطوط اساسی درش هست. اولش عبارت است از انزوای آمریکا. در نظم جدید جهانی آمریکا منزوی خواهد بود، برخلاف اونی که در 20 سال پیش بوش پدر گفت امروز تنها قدرت مسلط دنیا آمریکاست، بعد از قضیه حمله عراق به کویت و ورود آمریکایی‌ها و متلاشی کردن حمله عراقی‌ها، با غرور تمام گفتش که امروز همه کاره دنیا آمریکاست به این مضمون. این نظم جدیدی که من میگم، نه، آمریکا دیگه در اونجا جایگاه مهمی نداره، منزوی است. اینی که شما میبینید آمریکا بله همینجور خواهد شد، مرگ بر آمریکا خواهد شد. ضمناً بعضیا میگن مرگ بر آمریکا رو میگیر، آمریکایی‌ها با شما دشمنی میکنن. من میگم نه، در اون روزی که آمریکایی‌ها دشمنی رو شروع کردن، یعنی در 28 مرداد، هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت. تو ایران هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت، اما اونا ضربه خودشون رو زدن. ضربه اونا ناشی از مرگ بر آمریکا نیست. بعد که ضربه زدن، در 16 آذر همون سال دانشجوها در دانشگاه تهران گفتن مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا یادگار 16 آذره. از اون وقت گفته شد مرگ بر آمریکا. قبلش آمریکایی‌ها ضربه رو زده بودن. خب پس یکی این، آمریکا دست و پاش از تو جهان مجبور میشه جمع کنه. الان آمریکایی‌ها در بسیاری از مناطق دنیا پایگاه دارن، در منطقه ما، در اروپا، در آسیا پایگاه های نظامی با جمعیت های زیاد، پولش هم از خود اون کشور بیچارهی که در اونجا پایگاه هست میگیرن، هزینه هاشو او باید تأمین کنه، آمریکا بخورند و آقایی کنند. این دیگه تمام میشه، دست و پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد شد. این اون خط اصلی اول از خطوط اساسی نظم جدید آینده جهان. خط اساسی دوم، انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی
از غرب به آسیا. امروز قدرت‌های غربی هم اقتدار سیاسی دارن، هم اقتدار علمی دارن، هم اقتدار فرهنگی دارن، هم اقتدار اقتصادی دارن، یعنی خیلی چیزا دارن. البته تعبیر درست‌ترش اینه که بگیم داشتن، دارن یواش یواش از دست میدن، ولی خب داشتن دیگه، سالها، دو قرن، دو سه قرن غربی ها اینجوری عمل کردن. در این نظم جدید این حالت از غرب منتقل خواهد شد به آسیا. آسیا خواهد شد مرکز دانش، مرکز اقتصاد، مرکز قدرت سیاسی، مرکز قدرت نظامی. ما تو آسیایی. خب این هم نقطه بعدی. نقطه سوم، اون خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. فکر مقاومت در مقابل زورگویی، چون اروپایی ها از وقتی که انقلاب صنعتی شد و جلو افتادن و استعمار رو شروع کردن، مردم دنیا رو و کشورهای دنیا رو عادت دادن به اینکه سلطه پذیری و سلطه جویی دو حسه متقابل حتمی دنیاست. این دنیا تقسیم میشه به گروه‌های دولت‌های سلطه‌گر و قدرت‌ها و دولت‌های کشورهای سلطه پذیر. این بوده، این نظام سلطه چند قرن ادامه پیدا کرده. همه قبول داشتن که بایستی سلطه قدرت‌های غربی رو قبول کنن، حتی فرهنگ اونا رو قبول کنن، حتی نامگذاری اونا رو قبول کنن. ببینید من اینجا تو پرانتز بگم، اینو یه وقتی من گفتم، منطقه ما رو میگن خاورمیانه. خاورمیانه یعنی چه؟ خاورمیانه یعنی اصل دنیا، مثل همون داستان مولا نصرالدین که بودن مرکز دنیا کجاست، گفت همین جایی که میختبیره خرمنه، اینجا مرکز دنیاست. مرکز دنیا اروپاست. هر منطقه ای که از اروپا دوره، منطقه خاور دور اسمشه، چون دور از اروپاست. هر کدوم نزدیکه، مثل بعضی کشورهای شمال آفریقا، این خاور نزدیکه. هر کدوم میانه این هاست، خاور میانه است. یعنی ملاک و اصل و اساس در نامگذاری کشورها هم عبارت است از اروپا. غربی ها اینقدر برای خودشون حق قائل بودن. اینه که بنده اصرار دارم نگم خاورمیانه، میگم غرب آسیا. غرب آسیا است دیگه. چرا میگیم خاورمیانه؟ این روحیه مقاومت در مقابل زورگویی و قدرت طلبی و سلطه طلبی قدرت های سلطه‌گر، این روحیه رو جمهوری اسلامی به وجود آورد. اول کسی که در دنیا گفت نه شرقی و نه غربی، امام بزرگوار ما بود. نه شرقی و نه غربی. اون روز قدرت دنیا تقسیم شده بود بین آمریکا و شوروی. ایشون فرمود نه این نه اون. همه کشورهای دنیا مجبور بودن یا متصل به این باشن یا متصل به اون باشن. ناچار میدونستن خودشون رو. ایشون گفتش که نه این نه. این روحیه، این منطق، این حرف قرص و محکم رواج پیدا کرده. امروز تو منطقه ما خیلی هستن که خودشون رو وابسته به جبهه مقاومت میدونن. اهل مقاومتن، معتقده به مقاومتن و مقاومت هم میکنن و در موارد بسیاری نتیجه هم میگیرن، مثل همین نتیجه ای که لبنانی ها به برکت حزب الله گرفتن در قضیه تقسیم خطوط گازی. ابد فضل الله خامنه ای نگهدار.
حالا اجازه بدید ما عرایزمون رو بکنیم. خب پس بنابراین این من سه تا از خطوط اساسی رو گفتم: انزوای آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش جبهه مقاومت و منطق مقاومت. این سه تا. البته چیزای دیگه ای هم می شود گفت، در ذهن منم هست، حالا مسائل اساسی در این هاست. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزی که باید شما فکر کنید روش. این اون چیزی است که باید شما خودتون رو براش آماده کنید. خب این اون چیزیه که جوان ایرانی میتوانه انجام بده. ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته ای داشته باشیم. میتوانیم. چرا؟ برای خاطری که یه خصوصیات برجسته ای کشور ما داره که خیلی از کشورهای دیگه نداره. اولا نیروی انسانی. ما نیروی انسانی بسیار خوبی داریم. یعنی هوش و استعداد جوان ایرانی از متوسط هوش و استعداد دنیا بالاتره. این هست. ما امروز داریم برکات هوش و استعداد جوان متولد دهه 60 و 70 رو جلوش خودمون میبینیم. الان جوانایی که این کسایی که امروز دارن تو بخشای علمی گوناگون، بخشای فناوری گوناگون دارن نوآوری میکنند، تازه سازی دارن میکنند در قضای در بخشای مختلف علمی، در بعضی از بخشا کشور را در جزو 4 تا 5 تا کشور اول دنیا قرار میدن. اینا همون متولدین دهه 60 و دهه 70 و اینا امروز به ثمر رسید. متولدین دهه 80 که شماها باشید اغلبتون و دهه 90 هم انشالله ملت ایران برکات اینا رو هم در آینده خواهد. اینا خب حالا البته مزاحمت هایی هم وجود خواهد داشت، مشکلاتی هم وجود داره که اینها میتوانه مانع بشه. خب پس برای من اولین امتیاز ما امتیاز نیروی انسانی است. بعد امتیاز دوم نیروهای طبیعت کشور. ما منابعی داریم در کشور، تنوع منابع در کشور ما جزو کم نظیرترین تنوع ها در دنیاست. منابع طبیعی کشور ما، من یه وقتی اینجا تو همین حسینیه جای سخنرانی، الان آمارش یادم نیست، اون روز مطالعه کرده بودم یادم بود، گفتم که ما در این چند تا فلز اساسی لازم برای صنعت ما خودمون 1% جمعیت دنیا هستیم. 1%. اما این چند تا فلز 4%, 5% موجودی دنیاست در کشور ما. یعنی ما بیشتر از اندازه ملت خودمون منابع طبیعیمون سرشارن. حالا من فلزا رو گفتم، گیاهان هم همینجورن، گیاهان دارویی هم همینجورن، معادن هم همینجورن. از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. رو معادن بنده چقدر تکیه کردم در دولت‌های مختلف، متأسفانه خب خیلی نپرداختن، گوش نکردن به حرف ما خیلی از دولت‌ها. امیدوارم انشاءالله این دولت، شنیدم کارهای خوبی هم دارن میکنن در زمینه معادن. خب اینم یک نقطه اساسی دیگه. کشور ما بنابراین هم از لحاظ نیروی انسانی امتیاز داره، هم از لحاظ نیروهای طبیعی امتیاز داره، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی. ما چهارراه ارتباطات شرق و غرب و شمال جنوبی،
شما رو نقشه نگاه کنید، نقشه دنیا رو بذارید نگاه کنید، ما در یه نقطه حساس هستیم. شرق و غرب از ما میتوانن عبور کنن، شمال و جنوب هم از ما میتوانن عبور کنن. ما یک معبر ترانزیت بسیار پیشرفته و خوبی میتوانیم در دنیا باشیم. البته احتیاج داره به خطوط راهن، خطوط ریلی، با جاده نمیشه که من راجع به این خطوط ریلی هم باز این درد دل رو شما جوان آباد بکنیم. مکرر در دولت‌های مختلف راجع به خطوط ریلی من تأکید کردم، متأسفانه کوتاهی شده. خب حالا البته در اون اوائل بعد از رحلت امام چرا یه مقدار کارهای ریلی خوبی انجام شد، بعدش دیگه کار درستی انجام نشده و حالا انشالله بنا دارن کارهای خوبی رو انجام بدن. ما بایستی انشالله تو این زمینه رفت آمدها و حمل و نقل بتوانیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. از همه این چند تا امتیاز مهمتر منطق حکومتی و تمدنی ماست که همون جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلامی، جمع کردیم بین حضور مردم و آراء مردم و معارف الهی. جمع بین این دو کار آسانی نیست، ما این کار رو انجام دادیم به توفیق الهی. البته نقصایی داریم، من هیچ وقت ادعا نمی کنم در این زمینه ها نقص نداریم، نه نقصایی داریم، اما حرف منطق جدیدی است در دنیا. خب این راجع به این مسائل. آخرین حرف من به شما جوانای عزیز، ببینید همه کارهای شماها، ماها همه و حرفامون و حرکاتمون یک پیامی به بیرون کشور میفرسته. مواظب باشیم ببینیم چه پیامی میدیم ما. پیام لازم نیست به زبان باشه، گاهی کیفیت نشستن شما پیام داره، گاهی تجمع شما در یک جا پیام داره، گاهی شعاری که میدید پیام داره. این پیامی که به دنیا میدید مراقب این پیام باشید. من میگم مهمترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه دشمن منتقل بشه عبارت است از قدرت مقاومت ملت ایران. ملت ایران، جوانان ایران باید با اقدامهای خود، با حرکات خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانن، به دنیا که البته دشمن هم خواهد فهمید که ملت ایران قدرت مقاومت داره، عزم راسخ داره برای ایستادگی در مقابل زورگویی. البته این وظیفه آحاد مردمه، دولت مردان وظایف سنگینی دارن، دولت مردان تو این زمینه خیلی وظیفه دارن، باید کوتاهی های گذشته تکرار نشه. بعضی از دستگاه های دولتی به شدت بایستی تو این زمینه فعال باشن، من جمله آموزش پرورش، من جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، من جمله وزارت ارشاد، به جمله وزارت‌های مربوط به تولید، وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، وزارت‌های مربوط به همین مسئله حمل و نقل، اینا دستگاه‌های مهمی است. معاونت علمی که نخبه‌ها رو به بنیاد نخبگان، اینا وظایف سنگینی دارن که باید انجام بدن. مطمئن باشید عزیزان من، اگر
من وظیفه خودم رو انجام بدم، شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، دستگاه‌های مختلف وظایف خودتون رو انجام بدن، هر کدوم هر جا هستیم، هر جا ایستادیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و انجام بدیم، تمام مشکلات کشور برطرف خواهد شد و کشور به اون آرزوی نهایی خودش خواهد رسید. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون، گوش میکنم فرمایش شما رو، رحمت خدا بر امام، رحمت خدا بر گذشتگان ما، رحمت خدا بر شهیدان ما و رحمت خدا بر خانواده های شهیدان. بله زیباتر از این نام ندیدم به جهان، سید علی حسینی خامنه ای. پدر عزیز و مهربانم، میدانم مشغله هایتان بیشمار است، اما به فکر دل ما و همکلاسی هایمان هم باشید و برای من دعای عاقبت به خیری و همچنین انگشتر و چفیه هدیه. چفیه جان سنه قربان دیارم، خامنه ای آذربایجان جان باز، خامنه ایدن ایرلماز، لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای، انشالله موفق باشید. خدا انشالله همه تون رو حفظ کنه. زنده باشید.